سرخط خبرها. باطل شدن تمام رأی‌های انتخابات پارلمانی در کابل. پولیسی جرگه حوزه انتخاباتی ولایت کابل باطل اعلام گردید. اما کمیسیون مستقل انتخابات این تصمیم را غیر قانونی و خلاف منافع ملی خوانده است. عجولانه، بی بنیاد، سیاسی و غیر قانونی کمیسیون شکایات انتخاباتی را شدیداً رد نموده. تأکید رئیس جمهور غنی بر اراده جدی حکومت برای تأمین سال. خلیلزاد پس از گفتگو با رهبران حکومت به مسکو رفته است. ما هم فشارهای جهانی را روی حامیان اخلال پروسه صلح افغانستان می‌خواهیم. دادستانی کل در تلاش بررسی جدی آزار و اذیت بازیکنان تیم ملی فوتبال بانوان. سرمربی پیشین این تیم میگوید سوء استفاده از بازیکنان بانو بسیار گسترده است. بیننده خبر دست یک با من نصرت منصور است. مشروع خبرها. کمیسیون شکایت های انتخاباتی تمام رأی های انتخابات پارلمانی کابل را باطل اعلام کرد. این کمیسیون نقض ماده دوم قانون انتخابات و گستردگی تقلب و جرم های انتخاباتی را دلیل این تصمیم عنوان می کند. مسئولان این کمیسیون 4 رئیس پیشین و برحال به شمول رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات و یک معاون عملیاتی این کمیسیون را به انجام جرم های انتخاباتی متهم می کنند و خواهان پیگیری جدی آنانند. اما کمیسیون مستقل انتخابات این تصمیم کمیسیون شکایت های انتخاباتی را غیر قانونی، غیر حقوقی، عجولانه و سیاسی خوانده و تاکید کرده که روند بازشماری رای های کابل را ادامه می دهد. نهادهای ناظر انتخابات هرچند از این تصمیم کمیسیون شکایت های انتخاباتی به گونه کامل پشتیبانی و یا انتقاد نمی کنند، اما بر عملی شدن آن تاکید دارند و نگران به میان آمدن تغییر در این موردند. تصمیم غافلگیر کننده کمیسیون شکایت های انتخاباتی در مورد کابل. این کمیسیون پس از بررسی های ابتدایی و به گفته مسئولانش دریافت گستردگی تخلف ها و جرم های انتخاباتی در کابل، تمام رای های انتخابات پارلمانی پایتخت را باطل اعلام کرد. این کمیسیون 3000 شکایت که در مورد جرم های انتخاباتی، تخطی و تخلف های انتخاباتی در کابل بوده را ثبت و بررسی کرده است. اعضای این کمیسیون تاکید دارند که با بررسی این شمار شکایت دریافتند که بند دوم ماده دوم و ماده پنجم قانون انتخابات که اصل عادلانه بودن، عمومی بودن، سری بودن و آزاد و مستقیم بودن این روند است، در جریان روزهای رایدهی در کابل زیر پرسش رفته است. بر اساس حکم فقره 5 ماده 94 قانون انتخابات، با در نظر داشت اسناد، مدارک و دلایل مذکور در مستندات این تصمیم، آرای انتخابات مورخ 28 و 29 میزان سال 1397 ولسی جرگه حوزه انتخاباتی ولایت کابل باطل اعلام گردید. اعضای این کمیسیون رئیس دبیرخانه، رئیس پیشین دفتر صحوی کابل، رئیس عملیات صحوی، معاون عملیاتی و رئیس فناوری معلوماتی کمیسیون مستقل انتخابات را به انجام دادن جرم های انتخاباتی متهم می کنند و خواهان عزل آنها و پیگیری جدی این افرادند. قضایای جرمیشان این افراد مذکور متعاقباً بررسی و نتیجه آن طی تصمیم جداگانه به اسرع وقت اعلام می گردد. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی بر بنیاد ماده 94 انتخابات در صورت صلاحیت باطل اعلام کردن انتخابات یک حوزه را پیدا می‌کند که اصل‌های عادلانه بودن، سری بودن و مستقیم بودن انتخابات آن حوزه خدشه‌دار شود. چشم دیدی مردم افغانستان بود فاجعه‌ای که در روند انتخابات کابل صورت گرفت که قابل چشم پوشی و قابل اغماز نبود و بالاخره که مکلف و مجبور دانست خود را کمیسیون شکایات انتخاباتی در این زمینه تصمیم بگیره. کمیسیون شکایت های انتخاباتی میگوید از میان 21 مورد جرم انتخاباتی، 13 مورد آن در روزهای برگزاری انتخابات کابل رخ داده است که به 1311 پرونده می رسد. همان گونه از 35 مورد تخلف، 20 مورد آن اتفاق افتاده است.
نهادهای ناظر انتخابات به این باورند که این تصمیم باید در مورد مرکزها و محلهای گرفته می شد که بیشترین جرمها و تخلفات در آن صورت گرفته است. با آن هم بر عملی شدن آن به دیده تردید می نگرند. ولی سوال خلق می شود که آیا ممکن نبود که در او ساحات که مراکز مثلا صندوق پر شده بود و یا ای که کاندیدا اونجا فساد کرده بودند یا در ساحه مشخص رای خیالی جمع شده بود، اینها اگر به او شکل که همین خطر کوچک کوچک می ساختن و به او برخورد میکردن، نسبت به این تصمیم کلی برشان مسایتر و در عین حال از طرف مردم استقبال میشد. با این همه شماری از نامزدان انتخابات پارلمانی که از حوزه کابل خودشان را نامزد کرده بودند دیدگاه های متفاوتی دارند. اگر در کابل خیانت شده، در تمام ولایت خیانت شده. باید رای سفید از سیاه جدا میشد. نه ظلمی هم چه ظلمی برای همه روا آورد. اما این بار ما تقاضای ماهی است که به شکل بسیار خوب و به سیستم بسیار عالی انتخابات برگزار بکنند تا حق به حقدار برست. اما کمیسیون مستقل انتخابات این تصمیم کمیسیون شکایت های انتخاباتی را غیر قانونی، عجولانه، سیاسی و بدون کدام مدرک خوانده است. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در نشست اعلام کردند که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی با کمیسیون مستقل انتخابات هماهنگی ندارد و همین موضوع سبب شده که این کمیسیون به گونه سیاسی تصمیم بگیرد. انتخابات پارلمانی با 3 سال تأخیر در تاریخ‌های 28 و 29 میزان در 32 ولایت کشور برگزار شد. در این انتخابات بیش از 800 تن خودشان را برای رسیدن به 33 کرسی کابل نامزد کرده بودند. قرار بود نتایج ابتدایی کابل به تاریخ 19 عقرب اعلام شود، اما به دلیل اینکه روند بازشماری رای‌های این ولایت زمان گیر گفته شد، 3 بار زمان اعلام نتیجه ابتدایی کابل به تعویق افتاد. آخرین بار قرار بود تا پایان هفته پیشرو اعلام شود، اما حالا بر بنیاد قانون کمیسیون مستقل انتخابات تا پایان هفته آینده باید انتخابات را بار دیگر در پایتخت برگزار کند. آزمونی که در شرایط و ظرفیت کنونی کمیسیون مستقل انتخابات چون گذشتن از 7 خانه رستم است. در همین مورد از آقای علیرضا روحانی رئیس دبیرخانه کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی پرسیدم که کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم شما را سیاسی می‌خواند. کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز که من اونطور که امروز هم اعلان کردم در حقیقت با تمام توان و تلاش کوشید که راه را بر تأمین عدالت انتخاباتی در انتخاباتی انسیجوی ولایت کابل فراهم بسازد. اما با توجه به اینکه هم برگزاری انتخابات در روز 28 و 29 میزان در ولایت کابل با سوی مدیریت و با مدیریت مساعد شکل گرفت و بخش از مردم از رای خود محروم شد، آنهایی هم که آمدن نتونستند و با لوایح طرزالعملها رای بدهند و با استانداردهای مختلف رای گیری شکل گرفت و علاوه بر او در جریان شمارش آرا هم لوایح طرزالعملها نقض شد، شفافیت لازم تأمین نشد. بعد از او حتی در راهی برای بازشماری وجود داشت و صحبت سر این شد که اونا اسناد و مدارک لازم را در اختیار تیم بازشماری قرار بده و ناظرین هم در نظارت داشته باشد و بتونه بر اساس و اسناد و مدارک لازم مثل ژورنال های صندوق ها و مثل بیدر شیتا و موضوعات و دی قبل که اونا بتونن آرای بازشماری میکنن مجددن ارزیابی کنند. اما آنچه که در پروسه بازشماری هم پیش رفت ما متوجه شدن که به اعتراف خود کمیسیون شکایات کمیسیون محترم انتخاباتی عملا اون بازشماری در قانون گفته میشه نیسته چون اون استانداردهای لازمه نداره. با توجه به این کمیسیون شکایات انتخاباتی به این تشخیص قانونی رسید که عادلانه بودن و مستقل بودن و سری بودن رأی مردم دچار خدشه شده و بر اساس ماده 94 قانون انتخابات که میگه وقتی کمیسیون تشخیص بده که عادلانه بودن انتخابات دچار خدشه است و صلاحیت داره و وظیفه داره که رأی و حوزه انتخاباتی را باطل. دو تا مورد که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات دقایق پیش بیان کرد. مورد اول این که شما اصلا اونا را در جریان نمانده چون تصمیم را گرفتید و هماهنگی لازم میان شما و کمیسیون مستقل انتخابات وجود نداشته، و مورد دوم این که شما پس از اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات کابل باید این تصمیم را بگیرید. مشکلات و معضلاتی که در
روند رای گیری و موارد موضوعات مربوط به بعد از روز رای گیری در روند شمارش و بازشماری یا موضوعات از قبیل وجود داشت، هم اونا اطلاع داشتن هم ما اطلاع داشتیم و حتی جلسات مشترک هم ما داشتیم موضوعات مورد بحث قرار میگیرد. اما این زمان که تشخیص بده کمیسیون شکایات انتخاباتی بر اساس قانون اینجا باید انتخابات باطل اعلام شود، رکیز انتخاباتی نه ای تشخیص و نه اعلامش منوط و مشروط و مشورت یا نظرخواهی از کمیسیون محترم انتخابات نیست و رئیس کمیسیون انتخابات هم اگر امکان داشته باشه موضوع متوجه است. وقتی که کمیسیون مستقل انتخابات میگه ما یک کمیسیون مستقل هستیم و ادامه میدیم برای بازشماری آرای کابل، پس تصمیم رو شما را قبول ندارند و برمیگردیم به قسمت دوم سوالتان که این باید بعد از اعلان نتایج اعلام میکنند. زمانی که انتخابات عادلانه نباشد، زمانی که مشکلات قانونی خود را داشته باشد، اعلان این مسئله یعنی بطلان انتخابات در یک حوزه انتخاباتی در قانون در ماده 94 مشروطی به اعلان نتایج ابتدایی نیست. میمونه بحث دیگه، بحث کمیسیون مستقل. اونها در یک انتخابات پیش ببرن و در یک انتخابات اجرا کنن، ما برای اونها دستور نمیدیم. اما اگر انتخابات کارای انتخاباتی را انجام داد و اقدامات را بر اساس وظایف صلاحیت خود انجام داد، شکایات و اعتراضات از او وجود داشت، مرجع بررسی و تشخیص از او ما هستیم و کمیسیون شکایات انتخابات هست که و بررسی های خود مشروعیت می دارد. حداقل الان مهم سرنوشت رای مردم افغانستان است. دقیقا معلوم میشه که بین دو کمیسیون بر سر مسئله اختلاف وجود داره و چالش ایجاد شده. مردم افغانستان رفتن پای صندوق های رای و حداقل یک مورد دیگر هم که کمیسیون مستقل انتخابات بهش اشاره کرد، مشخص در مورد سایت ها و اوضاع انتخاباتی که شما ملاحظه داشتین باید باطل میکردین، نه تمام رای کابل. بطلان انتخابات حوزه کابل به خاطر دفاع حق و رأی مشروع مردم است. شما میدانید که در یک پروسه که همراه با تخلف و تقلب و نقض قوانین مقررات طرزالعمل‌ها باشه و شفافیت لازم در اون تأمین نشوه، میدانید که چه کسایی ضرر میکنند؟ کسانی که بر اساس قوانین رأی داده باشند و در حقیقت رأی واقعی داشته باشند. در یک پروسه غیر شفاف طبیعتاً افرادی که رأی واقعی دارن ضرر میکنه. در یک پروسه غیر شفاف افرادی که از غیر شفاف بودن پروسه استفاده میکنه و به تقلبات دست میزنه آرا به نفع ماست. در این مسئله یعنی به اصلاح فیصله مبنی بر بطلان یک حوزه انتخاباتی که تقریبا همه اطراف قضیه اذعان داره که پر از چالش و مشکل و معضل و تقلب و تخلف و نقض قوانین و طرز العمل هاست، طبیعتاً به حمایت از رأی واقعی مردم شد. آقای روحانی، رئیس تا اعتدار شود که مرد رأی واقعی دادن، دیگر با رأی غیر واقعی در پروسه غیر شفاف عملاً برنده اعلام شد. آقای روحانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بخش اعظمی از مشکلات در انتخابات کابل و تمام ولایت افغانستان رو بر دوش کمیسیون شکایت های انتخاباتی انداخت. از نمونه هایش میخواییم یاد کنم که گفتن شما وقتی افراد از فهرست نصف کردین باعث شد که کاری نامعطل شود و 15 روز در بازی کمیسیون مستقل انتخابات بسته بمونه. اونای در حقیقت فکر میکنم که به صلاحیت های قانونی ما اعتراض دارن، خوبن برن قانون تغییر بدن. به خاطر از اینکه وقتی در قانون میگه که افرادی که واجد شرایط نیستن توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی یا توسط کمیسیون رسیدگی به عضویت فرماندهی افراد مسلح غیر قانونی تمام کاندیداها را بررسی کنه و زمانی که فاقد شرایط بود اینا را از لیست حذف کنه، قانون تو میگه وقتی کمیسیون شکایات انتخاباتی یا کمیسیون ویژه به اصطلاح آمده چنین فیصله ای را کرده، این فیصله قانونی اگر مورد اعتراض کمیسیون محترم انتخابات است برقرار برای قانون انتخابات اعتراض دارد. و خوب است که مرجع عزیز مشخص است که در قانون تغییر کنه بعد از مشکل وجود. به عنوان آخرین پرسش، تصمیم شما تصمیم قطعی و جدی است و استادکی میکنین؟ یک نگرانی و تحلیل این است که شما در بحث بایومتریک هم یک بار استاده شدین و بعد پایتون را دوباره پس کشیدین. گذشته ما نشان داده چنانچه که در ارتباط با حذف افراد مسلح غیر مسئول کمیسیون شکایات انتخاباتی تصمیم گرفت و هر قدر فشاری از هر جانبی که آمد کمیسیون شکایات انتخاباتی به این شاخه تسلیم نشد، طبیعتا حال هم که بر اساس مکلفیت و صلاحیت قانونی خود تصمیم گرفته و پای تصمیم قانونی خود طبیعتا استاد است.
گفتگوی کوتاهی بود با آقای علیرضا روحانی، رئیس دبیرخانه کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی. اما کمیسیون مستقل انتخابات این تصمیم را غیر قانونی، سیاسی، به اساس عجولانه، سلیقه‌ای و خلاف منافع ملی خوانده است. اعضای کمیسیون مستقل انتخابات این تصمیم را پذیرفتنی نمی‌دانند و تاکید می‌کنند که روند بازشماری رأی‌های کابل را همچنان ادامه می‌دهند. در کنار این، اعضای کمیسیون مستقل انتخابات اتهام‌های را نیز بر کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌بندند و این کمیسیون را یکی از عامل‌های اصلی کندی کارشان عنوان می کنند. داستان دنبالدار انتخابات پارلمانی. معلوم نیست که در ادامه این داستان چه صحنه های حتی شاید عجیب و غریب نوشته شده باشد. در ابتدا انتظار می رفت که با بکارگیری شبه های فناوری جدید انتخابات پارلمانی شفافتر از انتخابات های پیشین برگزار شود. اما این انتخابات هم میراثدار چالش ها و نارسایی های انتخابات های پیشین بود. حتی فهرستی از پیش تهیه شده رای دهندگان و دستگاه های انگشت‌نگاری نتوانستند شفافیت بیاورند و برعکس خود به دردسر تازه بدل شدند. پیش از این جنجال بر سر اعتبار و کیفیت استفاده از دستگاه‌های انگشت‌نگاری کمیسیون‌های انتخاباتی را در تقابل با هم قرار داده بود. اما به نظر می‌رسد کش و قوس‌های میان کمیسیون‌های مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی حالا نسبت به هر زمان دیگر بیشتر شده است. کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم تازه کمیسیون شکایت‌های انتخابات را غیر قانونی و سیاسی می‌خواند و این کمیسیون را به مزاحمت و تخریب روند انتخابات متهم می‌کند. دی خلکو ذهنیت ملی مصلحتونه دی هواد علیا گټی په هر تصمیم کې باید په نظر کې ونیول سی او د احساساتی غیر واقع بنانه د دې تصمیمونو څخه ډډه وشي ترسو د منګ دی هوادوالو ذهنیتونه مخشوش نسی. کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم عجولانه بی بنیاد سیاسی و غیر قانونی کمیسیون شکایات انتخاباتی را شدیداً رد نموده و آن را معامله به آرای پاک مردم کابل می داند. بر اساس قانون انتخابات، فیصله های کمیسیون شکایات های انتخاباتی در مورد رسیدگی به شکایات ها نهایی است و هیچ نهاد دیگری حق تصمیم گیری در مورد آن را ندارد. اما کمیسیون مستقل انتخابات تاکید می کند که روند بازشماری رای های ولایت کابل و اعلام نتیجه انتخابات همچنان ادامه می یابد. روند جمع‌بندی آرا را به گونه عادی مطابق پلان از قبل تعیین شده به پیش می برد و مصمم است تا مطابق پلان نتایج ابتدایی ولایت باقی مانده را در روزهای آینده اعلان نماید. اکنون آنچه که برای شهروندان مایه نگرانی به شمار می رود سرنوشت رایشان است. با چنین وضعیت پاسداری از رای پاک مردم کمتر به نظر می رسد. حالا سرنوشت این روند نیمه تمام تقریبا همه را نگران کرده است. خب یکی وضعیت به کدام طرف میره بیشتر یک بحث سیاسی و امنیتی هست که به کجا میره و بحث انتخابات و ابطال آرای کابل چقدر به عنوان یک عامل ممکن منفی در امر مسائل سیاسی و امنیتی تاثیرگذار می باشد، اما به صورت قطع در وضعیت فعلی ممکن تاثیرات منفی داشته باشد. بر اساس قانون انتخابات پس از باطل اعلام شدن رای‌های یک حوزه انتخاباتی باید تا یک هفته دیگر انتخابات دوباره برگزار شود. اکنون با چنین وضعی آیا می شود برای بار دوم در کابل آن هم در مدت یک هفته انتخابات برگزار شود؟ آیا مردم به پای صندوق‌های رای خواهند رفت؟ آیا این بار ضمانت برای برگزاری انتخابات شفاف وجود دارد؟ آیا امنیت آنگانه که باید تأمین خواهد شد؟ پرسش‌هایی است که حتی مسئولان هر دو کمیسیون هم پاسخ آن را نمی‌دانند. در ادامه خبرها، تأکید معاون دوم ریاست جمهوری بر نقش جوانان در روند سال. هیچ وعده رئیس جمهور برای رشد جوانان عملی نشده است. تأیید طرح سهمیه بندی آزمون کنکور از سوی حکومت. بهتر شدن کیفیت درسی خواست حکومت از وزارت تحصیلات عالی.
ادامه خبرها. رئیس جمهور غنی در دیدار با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان گفته که اراده حکومت برای تامین صلح در کشور جدی است. آقای خلیلزاد پس از گفتگو با رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله امروز از کابل به مسکو رفته تا با مقام‌های روسی درباره روند صلح افغانستان گفتگو و رایزنی کند. شورای عالی صلح میگوید که نسبت به هر زمان دیگر زمینه برای آغاز گفتگوهای رو در رو میان حکومت افغانستان و طالبان فراهم شده است و این شورا از جامعه جهانی به ویژه آمریکا میخواهد که بر پاکستان فشار بیاورد تا در روند صلح افغانستان همکاری صادقانه کند. سجاد محمدی جزئیات میدهد. زلمه خلیلزاد در سومین دور سفرش به منطقه پس از دیدار و گفتگوی دو روزه با رهبران پاکستان وارد کابل شده و امروز درباره برنامه‌هایش بر رئیس جمهور غنی معلومات داده است. بسم الله الرحمن الرحیم. رئیس جمهور غنی هم در این دیدار گفته که حکومت افغانستان تیم مذاکره کننده خود را در نشست ژنو اعلام کرد و اراده جدی برای تامین صلح در کشور دارد. ما ضرورت داریم پیش از مذاکرات صلح هم مذاکره های مقدماتی صورت بگیره به خاطر تسریع بخشیدن و سرعت دادن پروسه صلح که مذاکرات صلح ما آغاز شود. مهم هر چه زودتر آغاز شدن مذاکرات صلح بین الافغانی است، چون ما امروز در حساس ترین و به سابقه ترین حالت صلح افغانستان قرار داریم. آقای خلیلزاد پس از گفتگو با رهبران حکومت افغانستان کابل را به قصد مسکو ترک کرده است. این نخستین سفر آقای خلیلزاد پس از گماشته شدنش به حیث نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به مسکو است. کشوری که باورها بر این است که از یک سو رابطه نزدیک با طالبان ایجاد کرده و از سوی دیگر وارد رقابت بر سر صلح افغانستان با آمریکا شده است. یک مقام ارشد حکومت افغانستان که در تماس نزدیک با دیپلمات‌های آمریکایی قرار دارد با خبرگزاری رویترز گفته که آمریکا به دنبال خروج آبرومندانه از افغانستان است. پیش از این زلمه خلیلزاد نیز گفته که واشنگتن برای تامین صلح در افغانستان عجله دارد. افغانستان که یه وارد توافق در آمریکایانو په وټولو باندې وشي با ما بین کې د طالبانو او د د خلیلزاد د ما بین خلک توافق په دی و کې چې امریکایان به د افغانستان وځي. از تاریخ دولت افغانستان خو همه نا امید هستن، امکان نداره که صلح بیه، ولی از حکومت امریکا تقاضای ما همی است که پروسه صلح را سرعت بده و مردم افغانستان از این مشکل کلان نجات. همزمان نقش پاکستان در تامین صلح افغانستان و یا هم اخلال این روند بسیار برجسته دانسته می شود. وزیر خارجه پاکستان نیز گفته که آینده افغانستان و پاکستان به هم وابسته است و برای دستیابی به صلح همکاری مشترک دو کشور نیاز است. اما شورای عالی صلح می گوید پاکستان برخلاف گفته هایش هیچ گام عملی در روند صلح افغانستان بر نداشته و نیاز است جامعه جهانی بر اخلالگران روند صلح افغانستان فشار بیاورد. ما هم فشارهای جهانی را روی پروسه صلح افغانستان می خواهیم که فشار به سر حامیای اخلال پروسه صلح افغانستان تا یکی از اخلال پروسه صلح افغانستان دست بردارند. یکی از او کشورهایی که همکار پروسه صلح در حد عملی نیست و تعهد همیشه کرده پاکستان است. در همین حال برخی عالمان دین بر تامین صلح در کشور تاکید دارند و حمله های انتحاری را در کشور ناروا می گویند. آنانی که این حملات وحشیانه، این سربریدن ها و این خودکفانی ها را ایرا ربط به دین میتن، باور داشته باشین که این دین، دامن این دین مبرا و پاک از ریختن خون ناحق هست. اسلامی مذهبی این نه کدام جوازی داره، نه کدام جایزی هست و نه این ده هیچ دین و شریعت جایز نیست که مردم مظلومی بگناه را به قتل برسانند، خون مردم برزانند، طفل مردم یتیم بکنند. اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نامه به عمران خان نخست وزیر پاکستان خواهان همکاری اسلام آباد در حل بحران افغانستان شده بود. زلمه خلیلزاد هم در سفرش به اسلام آباد از این کشور خواسته بود که افغانستان را در روند صلح کمک کند. خلیلزاد در این دور سفرش جدا از پاکستان، افغانستان و روسیه قرار است به کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، امارات متحده عربی، قطر و بلژیم نیز سفر کند و با طالبان نیز بار دیگر گفتگو خواهد کرد. در مورد صلح و جایگاه عالمان دینی افغانستان در پیوند به بحث‌های صلح بیشتر بحث خود کردم. آقای مولوی باباجان سیغانی عضو شورای علمای افغانستان هم اینجا با من هستند. آقای سیغانی بسیار تشکر که وقت گذاشتین. در آغاز می‌خوایم این گونه بپرسم که چقدر نقش عالمان دین افغانستان در تلاش‌های صلح که اخیراً صورت می‌گیره برجسته است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تعالی و صلح خیر، صدق الله العظیم. پیرامون سوال مطروحی شما باید عرض بکنم که صلح در افغانستان در تاریخی که ما زندگی میکنیم، در این جریان هایی که در یکی دو دهه گذشته، عنوان یک سمبول و به عنوان یک دایه از طرف دولت ها مطرح شده و جنبه های عملی صلح در افغانستان ملموس نبوده و شورای عالی صلح هم به عنوان یک امتیاز برای طرف های سیاسی افغانستان داده شده تا اینا راضی باشن از امکاناتی شورای صلح استفاده بکنن، از جرگه صلح استفاده بکنن، از موتر و از مثلا مسائل مصارف و ایناش استفاده بکنن. صلح فقط از طرف نظام، از طرف دولت گفته شده، طرف مقابل وجود نداشته که صلح را بپذیره، تا اینکه ما بیایم نقش علما را باز در صلح مطرح بکنیم. درست است، سوال شما خیلی عالی هم هست. علما تحصیل یافته های علوم دینی هستند و جنگ هم ظاهرا جنگ دینی هست و طرف مقابل نظام میگه که نظام درست نیست و دین در خطر است و نمیدانم خارجی ها در اینجا وجود داره، حضور خارجی ها میتونه که مردم را به بیراهه بکشانه و ما از وطن خود دفاع میکنیم و اینا. و وقتی دلایل هم مطرح میشه، دلایل دینی مطرح میشه که دینی ما میگه که ما باید با کافر نباشیم و نسازیم و اینا. به این لحاظ هیچگاه دو طرف ما در صلح نداشتیم در افغانستان. حتی اگر تاریخچه افغانستان از زمان دکتر نجیب و از اینا مطرح بکنیم، یک طرف همیشه صلح هم میگفته، شورای مصالحه ملی و من نمیدانم اینا، و فعلا هم شورای صلح و اینا هم از طرف نظام ساخته شده و نظام حمایت کرده و به وجود آورده برای صلح. ما چیزی را به عنوان صلح در افغانستان ندیدیم تا هنوز و نه کدام عمل کردرش دیدیم. حالا تلاش های جامعه جهانی را بدون شک زیر بررسی دارن. جامعه جهانی هم تلاش های خودشان به گونه جدی، مخصوصا امریکایی ها، آغاز کردن که بالاخره در پیوند به صلح در افغانستان به یک نتیجه برسن. چقدر از نظر شما این تلاش ها یک تلاش های افغانی است و مردم افغانستان مشارکت دارن در این تلاش ها؟ به هر حال من متاسفانه که خیلی منفی میبینم موضوع را. تلاش های جامعه جهانی را من به صلح فکر نمی کنم که اونا به دنبال صلح باشند. اگر اونا به دنبال صلح می بودن، ما 10 سال پیش هیچ نظامی مخالف نظام نداشتیم. ما در زمانی که حکومت آقای کرزی شکل گرفت، ما در افغانستان مخالفین نظام در این حد و حصر نداشتیم. ما یک تعداد بسیار در سرحدات پاکستان، در جاهایی که بسیار زیاد محدود و پراگنده و تیتو اینا بودن و هیچ نبودن. ما خود دایی فکر استم که جامعه جهانی و خیلی از کشورهایی که دایه صلح را در افغانستان مطرح میکنن، خودشان دنبال تشنج هستند، خودشان دنبال از هستند که آب خیت و گلالود باشد تا اونا مایی خود بگیرن. ما میشنم هر روز رسانه ها میگن که جامعه جهانی، دوستای بین المللی، اینا میخواین که در افغانستان صلح بین. وقتی که در افغانستان صلح آمد، همه چیز انجام شد، پس چی نیازی برای جامعه جهانی وجود میداشته باشه که اونا باز در اینجا بیان و حرف خود مطرح بکنن؟ اساسا چگونه پس ما میتونیم به صلح برسیم با مخالفان مسلح؟ هر روز متاسفانه ما در میدان نبرد قربانی میتیم، هم از نیروهای امنیتی افغانستان و هم از طرف های درگیر جنگ و غیر نظامیان. خیلی سوال دردآور است. من در این فکر استم که جامعه جهانی، البته جامعه جهانی ما عبارت از کشورهای جامعه جهانی رو میگیم، کشورهای دنیا در افغانستان جنگ میخواهند. همه که در پشت یکی از گروه هایی که یا نظامی هست یا سیاسی هست در اینجا دخیل هستند. ما عملا از جامعه جهانی نان میخوریم، طعام میخوریم و برای جامعه جهانی میجنگیم و کشور خود به خاطر جامعه جهانی تخریب میکنیم. همه کسایی که امروز دست به علا شش دهن، هم در گذشته ها اینا نقش جنگی خود ایفا کرده بودن. امروز کسی به اینا نقش جنگ نمیدهد که در کابل آمدن و یک
چیزی میخورن و میخوابن. و کسای دیگه ما که در کوه ها هستن و جنگ میکنن هم مصارف جنگ اینا رو جامعه جهانی میپردازد. کی حاضر میشود که یک دانه سراچه خود، یک دانه موتر خود بده برای از اینکه انتحار شود در یک کشور؟ یک تاجر حاضر میشود که این کارو بکنه؟ اینا کلش مصارف جامعه جهانی هستن. این بدبختی ها از جامعه جهانی تولید میشه در افغانستان و افغانستان رو میخوان با باد فنا ببرن. و ما ای وجود نداره. من فکر میکنم که ما ای وجود نداره. ما کی هستیم که جلوی جنگ را بگیریم؟ نظام کی است که جلوی جنگ را بگیره؟ ما نظام ما در این فکر هست که من خودم کشته نشم. باید که از این توطئه هایی که در بین جامعه جهانی در این تاریکی دستان زیادی وجود دارد، کدام کسی نبیایه و دولت ما را از بین نبره. پس راه حل اصلا بر سال نداریم ما در افغانستان و ما ناگزیر هستیم یک چنین وضعیت را باید تحمل کنیم. ما به این فکر هستم که باورمند به این هستم که ما باید آگاه شویم. اول ملت افغانستان، جوانان افغانستان، رسانه های افغانستان از وضعیت واقعی کشور خود باید ما آگاه شیم. وقتی ما آگاه شدیم که وضعیت در چی قرار است، درست ما از شما جوانان، از رسانه ها یک نوی از امیدواری دارم که اینا آگاه شوند و بدانند که در کشور ما چی در حال گذشت است، چی میگذره در کشور ما. ما آیا اختیار صلح را با مخالفین داریم یا نداریم؟ من فکر میکنم که ما شاید اختیار وقتی که یکی از طرفین صلح یا مصالحه یا مذاکره به طرف میرن به قطر یا به مسکو یا به جایی نشست میکنن، اصلا اینا نمیدانن که پاسپورتشان در کجا ساخته شده. اصلا اینا نمیدانن که وقتی در هتل رفتن دروازه هتل چرا خاموش کنن و شب دنج چطور سپری بکنن. اصلا خودشان خبر نیستن که این مصرفی که برای اینا داده میشه و شب در این هتل رزرو شده برشان، این مصارف هتل کی میپردازه؟ من گونه فکر میکنم. من نمیدانم که من بدبین هستم یا خوشبین هستم، قضاوت برای شما و بینندگان هست. اما من در این فکر هستم که ما هنوز مصارف هتلی که ما در مذاکره رفتیم نداریم. وقتی که مصرف جیب ما، کرای موتر ما، کرای تیاره ما، پاسپورت ما اینا را کسی دیگه تنظیم کرده باشه، خود ما فقط سمبول هستیم و پشت میز میشینیم و صحبت میکنیم. و شاید هم برای ما یک ورق، همونطور ورقی که اینجا مدارم امریکم، یک ورق هم برای ما داده شده باشه که از روی ازی باید ما بخوانیم که ما چی میگوییم برای از اینا. بین از شورای عالی صلح پرسان کنین، از ملت افغانستان پرسان کنین، از کسانی که دایه صلح میگن پرسان کنین مصارف شما چطور تامین میشه که شما صلح میکنین. از وزارت مالی افغانستان برای شما مصرف میده؟ از بودجه ملی افغانستان برای شما پول داده میشه تا شما صلح کنید در افغانستان؟ که نمیده، که داده نمیشه. یک پروژه هست صلح و این معلوم نیست که پروژه بالاخره به کجا می انجامه. من قطعا امیدوار نیستم شورای عالی صلح بتونه به یک جایی برسه. باور شما چیست؟ به کجا میرسه نتیجه این تلاش؟ باور من آگاهی است. ملت افغانستان باید خود را آگاه بسازن، جوانانشان باید تحصیل بکنن. ما مستعمره هستیم و خواهم بود، اما مستعمره تا مستعمره. ما باید نظام ما، روشنفکران ما، جامعه روشنگر ما، اکادمیک ما، جامعه اکادمیک ما، دانشگاه های ما، استادان دانشگاه های ما، بالاخره بیاین جامعه جهانی را متقاعد بسازیم. بگویم از ما چی میخواین؟ کشور میخواین؟ پایگاه میخواین؟ کوه میخواین؟ ذخایر زیرزمینی میخواین؟ هر چی میخواین براتون میتیم، ولی خونی ما باید نریزه دیگه. هر روز خونی ما در خطر است. بیشتر ما شما قبل از این بس اشاره کردیم که ما نمیدانیم چه وقت کشته میشیم. همه ما در لیست سیاهای وجود داره اینجا. اینجا ما در لیست ها هستیم برای کشته شدن. وقتی ما را میکشین ما چی میخوایم؟ ما یکی از گپای بسیار خوبی از رئیس جمهوری گذشته افغانستان داره. من شاید طرفدار هیچ کسی نباشم، اما یک دیدگاهش اینجا میخونه. اونا در شورای جرگه عالی صلح که مطرح شد گفتن که ما همه چیز برای جامعه جهانی قائل هستیم بتیم، اما جان ما باید در امن باشه. هر امتیاز اونا میخواین ما میتیم، اما در کشور ما باید جنگ نباشه، در کشور ما باید کشتن نباشه. اینا این شعوری سیاسی و شعوری اصلاحی و شعوری اجتماعی رو ما باید پیدا بکنیم. ممنون حضورتان آقای سیخانی. سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال بانوان کشور میگوید سوء استفاده از بازیکنان بانو بسیار گسترده است. کیل لیندزی سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال بانوان کشور تاکید میکند نه تنها فدراسیون فوتبال بل در بسیاری رشته های ورزشی از بازیکنان بانو سوء استفاده جنسی میشود. بانو لیندزی انتقاد میکند بار این مشکل را با فدراسیون ملی فوتبال در میان گذاشتن اما هیچ گونه توجه نشده است. دادستانی
جهانی کل، اما از بررسی های همه جانبه در پیوند به آزار و اذیت بازیکنان تیم ملی فوتبال بانوان خبر میدهد. نرگس سرخش جزئیات میدهد. این بار یکی از مربی‌های پیشین تیم ملی فوتبال بانوان در پیوند به آزار و اذیت بازیکنان زن در فدراسیون فوتبال میگوید. کلی لنزی، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال بانوان کشور، در گفتگو با برخی روزنامه‌ها تایید می‌کند که در کشور آزار و اذیت بانوان ورزشکار به گونه‌ای گسترده وجود دارد. لنزی میگوید تنها بازیکنان تیم ملی فوتبال نیستند که سوء استفاده جنسی شدند، بل در تمامی رشته‌های ورزشی این عملکرد صورت گرفته است. فکر می‌کنم جهان باید این اطمینان را به وجود بیاورد که این موضوع پوشیده نمی‌ماند. این مسئله فراتر از افغانستان است. تا زمانی که رهبری برای کنترل این رشته‌های ورزشی به وجود نیاید، حس می‌کنم که این سوء استفاده‌ها ادامه خواهد داشت. این سوء استفاده ها در فدراسیون های دیگر هم جریان دارد. بانوانی هستند که می خواهند در این مورد حرف بزنند. امیدوارم تا آنها نیز الهام بگیرند و راهی برای صحبت در این مورد ها پیدا کنند. بانو لنزی انتقاد کرده که بارها این موضوع را با فدراسیون فوتبال شریک ساختند، اما هیچ گونه اقدامی برای جلوگیری از آزار و اذیت دختران صورت نگرفته. ما خیلی سریع به رئیس فدراسیون فوتبال این موردها را گزارش دادیم. در تماس‌های بعدی هم وضعیت را توضیح دادیم و خواستار توجه او شدیم. او به ما گفت که این موضوع را پیگیری می‌کند و متخلفان مجازات خواهند شد. در افغانستان برخی بانوان ورزشکار هم می‌پذیرند که بانوان ورزشکار در بسیاری رشته‌های ورزشی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. دخترها زیادترش به این دلیل با بعض دخترها که ما خودم هم صحبت کردیم، اونا اولی را میگن اگر ما ای گپ بگوییم که اینطور فساد وجود داره، خانواده ما اول ما را نمیمانن. اول با ما میگن وقتی در ات یک جامعه شما هستین، در ات یک جای هستین که فساد وجود داره، هیچ نرین، اصلا ورزش نکنین. و اونایی که از امی ترس نمیگن که خانواده ما را نشه که مانع شون، مانع ورزش ما شون، و ای ها مگه میگن ما صدای خود بلند کنیم، نام ما بچه و ما هیچ کس هم به مشکل ما رسیدگی نکنه، ترس بیمشان از امی میباشه. هرچند انتقادهای بسیاری از عدم رسیدگی به پرونده های آزار و اذیت جنسی بازیکنان فوتبال وجود دارد، اما دادستانی کل تعهد می کند که این پرونده را به گونه جدی بررسی کند. قضیه تحت بررسی همکارای ما قرار دارد. قضیه با جدیت در روشنایی عدالت و رعایت انصاف همه جانبه بررسی خواهد شد. با آنکه دادستانی کل میگوید نتیجه بررسی ها در این پیوند به زودی اعلام می شود، اما برخی منابع به تلویزیون یک میگویند قرار است هفته ی آینده این نتایج همگانی شود. وقت بحث آزار و اذیت بالای بازیکنان فوتبال افغانستان مطرح میشه، بدون شک پیامدهای اجتماعی گسترده داره که عواقب از این در سالهای متمادی مردم افغانستان باید ببینن و بالاخره به دور از تمامی این مسائل مثل ورزش، آزادی و امکانات قرار بگیرن. روی همین موارد بیشتر بحث میکنیم که واقعا پدیده های اجتماعی که از یک چنین مسائل بالاخره بلند میشه چه خواهد بود. آقای شرف الدین عظیمی، استاد دانشگاه و روانشناس اینجا با من هستن. بسیار تشکر آقای عظیمی که وقت گذاشتین. در آغاز میخوایم اینگونه بپرسم که پیامد اجتماعی آزار بازیکنان ورزش وقتی مطرح میشه چه عواقب مخصوصا بالای دختر خانم‌ها در جامعه مثل افغانستان میتونه بگذاره؟ شکر. سلام بر شما، سلام بر اعضایی که بیننده برنامه هستن. باید بگویم که امروز یکی از مراجعانم برم گفت، خانم بود، دختر خانم، که استاد تازه فارغ شدیم از فاکولته و میخوایم به شکل خودآموز کارآموز یک دو سه ماه به یکی از دفاتر کار کنم، اما پدرم اجازه نمیده. گفتم چرا اجازه نمیده؟ تو چند مدت شما کار میکردین، به کارهای عملی میرفتین. گفت استاد همین گزارش اخیری را که در مورد فوتبال و آزار و اذیت بازیکنان فوتبال شنیده پدرم، امید دوبایش به اصطلاح همون دیگ موزه کرده و میگه که شما نمیتونین کار کنین. هیچ دفتر پیش هیچ کسی، پیش هیچ استاد، پیش هیچ دکترت یا کسی که بر تو کارموزی را یا به اصطلاح حرفه تا کمک میکنه به شکل عملی نمیمانید. ببینین یک شب یا 24 ساعت نگذاشته از این مسئله، یک هفته حداقل نگذاشته و ما آنن تأثیرش دیدیم. ما در بسیاری از موارد وقتی که به رسانه ها و به مطبوعات و به سمینارها و ورکشاپ ها
کنفرانس ها کمک میکنیم به مردم، به خانواده که مادر جان، پدر جان، دختر ده بگذار که پنتون بخونه، بگذار که کار کنه، بگذار که سرنوشت خود بسازه، بگذار آگاه شوه، بگذار سرنوشت خودش به دست بگیره، بگذار زندگی کنه، بگذار خودکفا باشه. به من میگه که استاد کلی گپا درست، اما شرایط خراب است. او فوتبالت، او مسجدت، استاد پنتونت، ما سر کی اعتماد کنیم؟ بالاخره با کی بفرستیم دختر خدا؟ با کجا؟ به چارنوال میریم؟ چارنوال ما از ما استفاده سو میکنه، پیش پلیس عرض میکنیم، پلیس اول از ما توقع میکنه، ما پیش کی بریم؟ بالاخره از کی بنالیم و با کی پیش کی بنالیم؟ به چی شکل بنالیم؟ هر لحظه و هر جای آسیب میبینیم. اینا میتونه متاسفانه یک خطای شناختی و توهم بار بره. یعنی زمانی که یک فرد، یک استاد، یک ملای، یک مثلا رئیس یک کمیته یک بخش یه عزت میکنه، آزار میکنه، این توهم بار میره، این به اصطلاح به شکل خطا بار میره و ما همه رئیسا را، همه اساتید را، همه ملا صاحبای خوب ما را که به اولادای ما دین ما را یاد میده با سر اونا شک میکنیم، یعنی توهم بار میره. ما بارها گفتیم که وقتی مثلا در یک رابطه عاطفی یک خانم دختر از یک مرد آسیب میبینه، فریب میشه، فریب میخوره، او خانم در وهله اول و نخست و دومش احساسش توهمی میشه، مثلا کل مردا بد است، کل مردا فریبکار است، یا مرد از خانم فریب میخوره، از یک خانم، میلیاردها خانم در دنیا زندگی میکنه، از یک خانم آسیب میبینه، میگه استاد کل خانم ها فریبکار است، یا مثلا از یک رئیس آسیب میبینین، از یک استاد آسیب میبینین، از یک ترنر تان آسیب میبینین، از یک خلیفه که در ماشین کاری کش میکنین کار میکنین آسیب میبینین. این به یک شکل خطای شناختی توهم و بی اعتباری رو گسترش میده و شما نمیتونین بگذارین که دخترتان، خانمتان بره به محیط و زندگی کنه و اعتماد شما میفهمین که درک میکنین که ورزش هم خواب کار خوبی است و افتخار میاره، تعلیم هم کار خوب است و افتخار میاره، دین هم خوب است که آگاهی بیابیم و بدانیم و ای ارزش ماست، هویت ماست. اما استاد چی کار کنیم؟ اصلا نمیتونیم اعتماد کنیم، اصلا نمیتونیم. حالا مهم همین است که باید چه کار شوه. فضا بدون شک همونطور که گفتین فضای توهم که ایجاد شد بالای همه شک میکنیم، ولی اساسا این گونه هم نیست که همه بد هستن و بالاخره باعث آزار و اذیت میشن. برای از اینکه خودمون را اقناعی ذهنی کرده باشیم و ادامه بتیم به مسائل مثل پیشرفتمون، بریم ورزش کنیم، بریم به مسائل مهم زندگیمون برسیم، چگونه باید بر ذهن ما حاکم شد؟ ببینید ما بارها شنیدیم، به بسیار گستردگی شنیدیم، در مطبوعات شنیدیم، از محاکم شنیدیم، از سرانولی شنیدیم، از پلیس شنیدیم و از خبرنگارا شنیدیم، مصاحبه ها شد و گفتمان ها شد. مثلا ما دیدیم که استاد پنتون اذیت کرد، ما دیدیم که ملای مسجد اذیت کرد، ما دیدیم که رئیس از کارمندش اذیت کرد، ما دیدیم که در یک مسه از یک گروه اذیت شد، ما دیدیم که بالاخره ورزشکار هم شکایتش بالا سر زد. خب این دولت یا این قانون یا چارانوالی یا محکمه یک بار گفت که ببینین همه مادرای عزیزی که و همه پدرای عزیزی که مانع تحصیل و تعلیم دخترایشان میشه، ببینین شما مانع دخترها و تحصیل دخترها و اولادای خود نشین، این ما محکمه، ما چارانوالی، ما پلیس. این مسئله را که ایجاد شده بود، اتفاق افتاده بود در مرکز یا در یکی از ولایت، ما این طور برداختیم و شما خاطرتان جمع، راحت اولادای خود بگذارین، اگر احیانا مزید شد و آزار شد این طور برخورد میکنیم. این مثال متاسفانه ارگان امنیتی ما، عدلی ما حداقل یک مثالش ندارم. اگر هم تطبیق شده باشه قانون، حداقل خود ما خود نمیفهمیم، ما خود اعتبار نمیتونیم. ما باور دارم که ثبات و امنیت و به خصوص ثبات و امنیت روانی، شما میفهمین از نظر ابراهام مازلو که یک روانشناس انسانگراست، اونا میگه دومین نیاز بعد از نیاز غذا و آب، نیاز امنیت است، که شما احساس امنیت کنین. کدام امنیت؟ امنیت عاطفه، امنیت ذهن، امنیت رابطتان، امنیت جانتان، امنیت احساساتتان. اینا رو شما که وقتی احساس امنیت از بین بره، نمیتونید در زندگی و در یک جامعه زندگی آرام داشته باشین و این عدم امنیت و نبود امنیت و نبود ثبات از نظر روانی میتونه آسیبای گسترده در دیگه بخشا و دیگه افکار و دیگه بدون شک عباد شخصت بزن. من فکر میکنم که انتظار داشتن از دولت هم بسیار زیاد مشکل است، به دلیل ای که شما اشاره کردین حکومت افغانستان یک بار هم یک چنین کار را نکرد که خاطر آرام برای مردم ایجاد شود. اما جوانا باید خودشان را چگونه آماده بسازند در یک محیط مثل افغانستان که شاید در مورد آزار قرار گیرد. اشاره کردیم که گویا گاهی اوقات توهم میشن. اول باید یادآور شم، یک نکته دیگر میخوایم یادآور شم، اول خو یک رسم شده در افغانستان، یک رواج شده یا بگویم مود شده،
زمانی که شما با ما رقابت دارین، شما با ما رقابت دارین، با ما حسادت دارین، با ما تعصب دارین و نمیتونین با ما یا ما با شما رقابت سالم بکنم. ما از سی به اصطلاح از سی خنجر، از سی آدرس، از سی حوزه سر شما حمله میکنم. یک اولین موردی که میخوایم حمله کنم بود اخلاقی است و من میگم شما انسان بد اخلاقی هستین. بیا دیگه پورا کویره پور کو تاک شما تاک بده پشتو یک متل است تر سو سی رختیار ازی کلیبا دروغ وران کری. دو با عقاید تو باورهای شما چی میکنیم حمله میکنیم که شما یک انسان لایق هستین، بدین هستین، سکولار هستین، این هستین، آن هستین. یا مگر نتیجه داد یا نداد یا مردم پذیرفت یا نپذیرفت. در قدم سوم میایم سر مسئله تعصبتان. شما یک متعصب هستین، یک قومگرا هستین، یک نژاد پرست هستین، یک فاشیست هستین و این سه حمله همیشه ای هم یکی از ابعاد است. ما جدا از خانواده عزیز خواهش میکنم که ببینن که این افراد و اشخاصی که آسیب میزنن، آسیب میخورن و بدنام میشن و بیا به اصطلاح عام میشه و به فیسبوکی میشه، شخصیتشان به اصطلاح زیر سوال میره، بعد دیده شده که او طور نبوده. مثلا چند ماه پیش، حدودا یک سال پیش، در مورد یکی از شفخانه های گزارش نشر شد که گویا آزار و اذیت میکنن در سارا اینا را. بعدا تحقیقات صورت گرفت، محکمه هم عذر خواست از او آدم، مطبوعات هم کسایی که نقش داشت عذر خواست، ولی او عذر چی به در بخورده؟ وقتی که فرد بگوید که ببینین من مضر نبودم، من اذیت کننده نبودم، من تجاوز نکرده بودم، من سوء استفاده جنسی نکرده بودم، اینم نرس، امی کسی که آمده بود، اینم فرد، امی شخص، امی مامورم، امی کارمندم، این خودش اصلا یک چی کرد؟ یک به عنوان یک حربه، به عنوان یک ابزار استفاده کرد. این مورد را هم دوستا در نظر داشته باشن. این هم یکی از راه حل هاست. دوم، توهم را هم در نظر بگیرن، یعنی کل اداراتتون نیست. سوم، دولت باید اقدام کنه. به هر حال مسئول از دولت. ببینید ما به خاطر چی برش رای داده بودیم؟ ما به خاطر همین روز رای داده بودیم که باز دختر ما یا همسر ما در اونجا مسئول نباشه، در پنتون، در مکتب، در کمیته المپیک. به این خاطر به این روز ما رای دادیم، به این روز مالیه میتیم، به این روز دفاع میکنیم، اولادای خود میفرستیم که جنگ کنه و خون بتا و بمیره. به این روز ما مثلا شما خبرنگار به این روز هستین که باز شما حیثیتتون یا آبرویتون، خانوادهتون آسیب ببینه، ما به این روز درس میتم. خب بالاخره ما آرزو داریم از دولت که دست به هم بتیم، هر کسی، هر فردی در جای وظیفش بشناسه. یعنی سه مورد کمک میکنه: یک، قانون، تطبیق قانون. دو، که مردم توهمی برخورد نکنه، شناختی، خطای شناختی نکنه. و سه، بعضی اوقات بعضی رقابت ها و سوء تفاهمات توهین است، یک صرف یک تهمت است. ممنون حضورتان آقای عظیمی. جوانان قربانی های زیاد دادن و در روند صلح باید نقش بیشتر داشته باشند. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری از پارلمان جوانان میخواهد که طرح ها، دیدگاه ها و نگرانی هایشان را با رئیس جمهوری در مورد صلح در میان بگذارند. معاون دوم رئیس جمهوری بر حضور فعال جوانان در میدان سیاست و ویژه در مجلس نمایندگان تاکید دارد، اما پارلمان جوانان میگوید در 3 سال گذشته هیچ یک از وعده های رئیس جمهوری در رشد جوانان عملی نشدند. گشایش سومین دور پارلمان آموزشی جوانان. هدف این پارلمان آگاهی دهی به جوانان در مورد چگونگی کار پارلمان و افزایش سهمگیری آنان در فعالیت‌های سیاسی است. اما عملکردهای فراقانونی برخی از عضوهای مجلس نمایندگان از واژه پارلمان و مجلس تصویر چندان خوشایند بر ذهن باشندگان کشور ترسیم نکرده است. محترم استاد سرور دانش، اما مقام‌های حکومتی امیدوارند که این نهاد قانون‌گذار جایگاه اصلیش را به عنوان نماد مردم سالاری بازیابد. در ولسی جرگه بعدی افغانستان جوانان ما حضوری بسیار مؤثر و مقتدرانه داشته باشند و همچنان که شما در این پارلمان جوانان خود، ریاست پارلمان خود را به خانم جوان سپرده اید، امیدواریم در رهبری ولسی جرگه آینده کشور هم خانم ها و جوانان نقش کلیدی داشته باشند. در مراسم گشایش این دور پارلمان جوانان، انتخابات و صلح نیز موضوع های اصلی بحث سیاستگران کشور است. اما مقام های حکومتی اعتراف می کنند که جوانان در این دوروند نقش چندانه ندارند. جوانان ما همان گونه که در جنگ بیشترین قربانی را دادند،
در صلح نیز باید بیشترین نقش را داشته باشند. چون صلح سرنوشت آینده کشور را تعیین میکند و سرنوشت آینده جوانان را که در حقیقت اکثریت نفوس افغانستان را تشکیل میدهند. که در مصالح قوا و اردو و پلیس و در امنیت پلیکو که در ملک در دفاع نه حاکمیت او در خاور در حاکمیت او در سلامت نه دفاع کی اغم او قربانی ور کی اغم زوان کش. سران حکومت پیش از این بارها از جوان گرایی حکومت سخن زده بودند. آیا تا اکنون به این وعده ها عمل شده است؟ از جناب رئیس جمهور می خواهیم تا در زمینه به کرسی نشاندن آن وعده ها تکرارن دستور قطعی صادر نماید. رئیس جمهوری در نشست جنیوا از جوان گرایی در حکومتش به عنوان یک دستاورد مهم یاد کرد. اما گماشته شدن حسنا جلیل به عنوان معین پالیسی وزارت امور داخله واکنش‌های متفاوت و حتی متضاد را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. شماری از گماشتن یک بانوی جوان در این سمت استقبال کردند، اما شماری دیگر او را برای این سمت جوان بی تجربه گفتند. حکومت طرح سهمیه بندی آزمون کنکور را تایید کرده است. ریاست جمهوری در خبرنامه گفته که بر اساس این طرح برای شمار از ولایت ها در رشته های خاص سهمیه معین در آزمون کنکور در نظر گرفته شده است. در خبرنامه آمده که بر اساس این طرح ولایت ها به 8 زون تقسیم بندی شده و رشته های مورد نیاز به اساس نفوذ ولایت ها سهمیه بندی شده است. در این خبرنامه همچنین تاکید شده که وزارت های تحصیلات عالی و معارف باید بر کیفیت و معیاری سازی بیشتر کار کنند و همچنین این روند را در 2 سال آینده کامل کنند. 5 سال پیش نیز وزارت تحصیلات عالی روی طرح مشابه کار کرده بود، اما پس از اعتراض‌های زیاد این طرح پیگیری نشد. ترکیه در سال آینده میلادی در بخش‌های آموزش و پرورش، صحت و زراعت همکاری‌هایش را افزایش می‌دهد. رئیس عمومی نهاد همکاری‌های ترکیه در افغانستان یا تیکا می‌گوید که ترکیه از سال 2014 میلادی بدین سو بیش از 1000 پروژه مهم را در افغانستان انجام داده است و تأکید می‌کند که در سال آینده میلادی همکاری‌های این کشور با افغانستان در بخش‌های صحت، زراعت و بالا بردن ظرفیت در بخش‌های اداری بیشتر می‌شود. این در حال است که انتقال مدیریت مکتب‌های افغان ترک از یک مؤسسه خصوصی به بنیاد معارف حکومت ترکیه با مخالفت دانش آموزان این مکتب‌ها روبرو شد، با آنکه مقام‌های وزارت معارف تأکید کردند که در نصاب درسی این مکتب‌ها هیچ تغییری نمی‌آید، اما مخالفان انتقال مدیریت این مکتب‌ها این اقدام حکومت را سیاسی و غیر قانونی می‌خوانند. ما همیشه افغانستان را در بخش های آموزش و پرورش و از ساخت مکتب ها کمک کرده ایم. در سال آینده میلادی همکاری ها متفاوت تر خواهد بود. ما همکاری های خیش را در بخش های صحت، زراعت و دیگر بخش ها نیز ادامه می دهیم. در ادامه، کشته شدن 3 تن در یک حمله انتحاری در چابهار ایران. در یک حمله انتحاری در شهر چابهار ولایت سیستان و بلوچستان ایران 3 تن کشته و 27 فرد دیگر زخمی شدند. مقام های امنیتی ایران میگویند که مهاجم انتحاری با موتر بمبگذاری شدهش قصد ورود به یک نهاد امنیتی در این شهر را داشت و در پی مقاومت محافظ این نهاد و انفجار موتر بم 4 تن شامل 2 تن از نیروهای امنیتی ایران کشته شدند. تا حالا هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. 2 ماه پیش در حمله مهاجمان مسلح بر رژه نظامی در شهر اهواز این کشور هم 24 تن کشته شده بودند.
6 سناتور ارشد امریکا در قطعنامه اعلام کردند که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد سعودی دست داشته است. در صورت تصویب این قطعنامه از سوی اکثریت اعضای مجلس سنا امریکا محکومیت رسمی در انتظار ولیعهد عربستان سعودی خواهد بود. این در حالی است که پیشتر عربستان سعودی این اتهام‌ها را رد کرده بود. پرونده مرموز قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد عربستان سعودی هنوز مرموز است. قضیه ای که در پی آن انتقادها از عربستان سعودی به اوجش رسیده و به تازگی شمار سناتوران ارشد امریکایی در قطعنامه ای گفتند که در قتل جمال خاشقجی محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دست داشته است. این قطعنامه از سوی لنسی گراهام و 5 سناتور دیگر امریکا دیروز منتشر شد. یک روز پس از آن که رئیس CIA سازمان اطلاعات مرکزی امریکا با شماری از سناتوران این کشور در نشستی پشت درهای بسته ملاقات کرد. لنسی گراهام سناتور ارشد امریکایی که از متحدان دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا نیز به شمار می رود در پایان این ملاقات و در صحبت با خبرنگاران ولیعهد عربستان سعودی را دیوانه خطاب کرده بود. شاهزاده محمد یک عنصر مخرب است. فکر می کنم احتمال دست داشتن او در قتل آقای خاشقجی در سطح بالای وجود دارد. اگر حکومت سعودی در دست این مرد باشد، وضعیت خیلی دشوار خواهد بود، چون به نظرم او دیوانه و خطرناک است و او رابطه من را در حالت ریسک قرار داده است. در قطعنامه 6 سناتور ارشد امریکا بار دیگر تاکید شده که محمد ابن سلمان در قضیه قتل جمال خاشقجی دست داشته است. این قطعنامه بدون تعصب و قطعاً بیان می‌کند که ولیعهد عربستان سعودی در قتل آقای خاشقجی مشارکت داشته است و در منطقه هم به عنوان یک عنصر مخرب منافع امنیت ملی ما را به خطر انداخته است. در صورتی که این قطعنامه از سوی مجلس سنای امریکا تصویب شود، محکومیتی رسمی در انتظار ولیعهد عربستان سعودی خواهد بود. پیش از این ریاض اما بارها این اتهام‌ها را رد کرده است. در پی اعتراض‌های شدید در پاریس و شمار دیگر از شهرهای فرانسه، دولت این کشور اعلام کرد که افزایش مالیات سوخت را از بودجه سال آینده حذف کرده است. این اعتراض‌ها به دلیل افزایش قیمت مواد سوختی در فرانسه آغاز شد و در این جریان 4 نفر جان باختند. پیش از این ادواردو فیلیپ نخست وزیر فرانسه گفته بود که افزایش قیمت برق و گاز در فصل سرما نیز لغو شده است. طرح افزایش مالیات سوخت در حال از بودجه سال آینده فرانسه حذف شده که پیشتر رئیس جمهور فرانسه گفته بود که تسلیم معترضان خیابانی نمی شود. خبر و تحلیل از یک همین خط بود. ممنون از این که با یک استید. شب بر همه شما خوش. خدا نگهدار.